دادگاه عربستان علی حسن السبیتی نوجوان عربستانی را به اعدام محکوم کرد تا به فهرست 7 نفره افراد خردسال و نوجوان اضافه شود که سازمان اروپایی حقوق بشر عربستان تایید کرده که آنها با حکم اعدام روبرو هستند. بر اساس اعلام این سازمان، علی حسن السبیتی متولد 13 ماه می 1999 در 24 اکتبر 2017 هنگامی که 18 سال و 5 ماه داشت بازداشت شد. مؤسسه دارالایتام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامظله کمک های ماهانه خود را بین خانواده های ایتام، نیازمند و شهدا در شهرک امید سبز در کابل افغانستان توزیع کرد. این بخش از کمک ها شامل مواد بهداشتی می شد که بین بیش از 200 خانواده توزیع شد. شورای وزیران عربستان در جلسه اخیر خود تغییراتی در نحوه ارائه ویزا و مدت زمان اقامت در این کشور برای کسانی که اولین بار مایل به ورود به عربستان هستند را اعمال کرد. بر اساس این تعدیل، مدت زمان استفاده از ویزا 3 ماه خواهد بود و بعد از ورود تنها 96 ساعت اجازه اقامت خواهد داشت. مقام‌های پلیس آنکارا از کشف 5 جسد شهروندان افغانستان که بر اثر ضربات چاقو کشته شدند در یکی از محلات این شهر خبر داد. روزنامه دیلی صباح به نقل از مقام‌های پلیس ترکیه گزارش داده که اجساد این شهروندان افغانستان پس از اعلام مفقودی این افراد توسط خانواده‌هایشان پیدا شده، اما هنوز علت اصلی ماجرا مشخص نشده و تحقیقات ادامه دارد. مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را درباره وضعیت افغانستان با 116 رأی مثبت به تصویب رساند و تهدید کردند در صورت عدم رعایت حقوق بشر طالبان به رسمیت شناخته نمی شود. سخنرانان در جلسه مناظره درباره تصویب این قطعنامه بر لزوم فرایند سیاسی فراگیر مبتنی بر قانون اساسی و همچنین احترام به حقوق گروه‌های مختلف قومی و زنان و دختران و نیز حمایت از کشورهایی که با موج ورود پناهجویان افغانستانی روبرو هستند تأکید کردند. جنگنده‌های F-16 عراق روز گذشته جمعه با حمله به مقر سنی‌های تندروی داعش در صلاح الدین تعدادی از تروریست‌ها را به هلاکت رساندند. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عراق، در این حمله دست کم 5 تروریست داعشی به هلاکت رسیدند.